سرخط چند خبر. پیروزی تیم کرکت 19 ساله های افغانستان برابر کشور نپال. پیروزی نصرت حق پرست ورزشکار مبارزات آزاد برابر حریف استرالیایی. شکست تیم آرسنال مقابل استون ویلا در هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلستان و شکست سنگین تیم فوتبال بایر مونیخ مقابل فرانکفورت در هفته 14 لیگ فوتبال آلمان. سلام و درود فراوان خدمت همه شما بینندگان عزیز. خوش آمدید به خبرهای ورزشی همراه من جواد سلطانی در شادزی تیوی. و اکنون مشروع خبرها. تیم کرکت 19 ساله افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی تیم نپال را با تفاوت 73 دوش شکست داد. تیم افغانستان در 49 آور و در وقت اول 262 دوش برای کشور نپال هدف تعیین کرد. بازیکنان نپال در 40 آور از بازی حذف شدند و افغانستان در این دیدار به پیروزی دست یافت. نصرت حق‌پرست ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان صبح امروز در مسابقات سازمان UFC جیمی مولارکی حریف استرالیایی خود را در راند اول و با ضربه مشت ناک اوت کرد. این مسابقه در وزن 70 کیلوگرم در لاس وگاس آمریکا برگزار شد و حق‌پرست 16 پیروزی حرفه‌ای خود را جشن گرفت. تیم فوتبال استون ویلا در ورزشگاه ویلا پارک میزبان آرسنال بود. این تیم پس از شکست منچستر سیتی روز شنبه آرسنال را نیز با گل جان مکین در دقیقه 7 1-0 شکست داد. پیروزی استون ویلا موجب شد تا لیورپول پس از مدت‌ها با 37 امتیاز صدرنشین لیگ برتر شود. استون ویلا نیز حالا با 35 امتیاز مدعی صدرنشینی است. تیم فوتبال آینتراخت فرانکفورت در هفته 14 بوندسلیگا و در ورزشگاه خانگیش بایر مونیخ را با اختلاف 5 گل شکست داد. بازیکنان فرانکفورت در دقایق 12، 31، 36، 50 و 62 توانستند دروازه بایر مونیخ را باز کنند. سپاس که تا این دم همراه ما بودید در شادزی تیوی. تندرست و ورزشکار باشید و تا بخش‌های خبری دیگر خدا یار و نگهدارتان.